بحث شما با این راننده از کجا بالا گرفت؟ از اول مسیر راننده یه ذره ناراحت بود، چون حتی سر صدای بلند ضبطم که من بهشون گفتم که کمش کنن با قیز از آینه به من نگاه کردن، و چون من با موبایل خودم مسیر رو زده بودم توی اپلیکیشن ویز و بعد دیدم ایشون طبق اون نمیرن، گفتم جناب میشه لطفاً از این مسیری که من میگم برین؟ چون من برام مهمه که حالا طبق تایمی که اینجا مشخص شده برسم، زمان بندی کردم میخوام طبق این تایم برسم. ایشون گفتن که نه، اپلیکیشن ویز برای شهرستانی است، برای ما نیست، من خودم میدونم از کدوم ببرم. به هر حال بحثتون شد، یا شما درست میگفتید یا ایشون درست میگفت، سر مسیر شما بحثتون بالا گرفت. خب بحث بالا گرفت و من ایشون شروع کرد صداشو بالا بردن، گفتم که آقا صدا تو بیار پایین، چه طرز حرف زدنه، صدامو نمیارم پایین. گفتم بزن کنار، من میخوام پیاده شم. اصلا به روی خودشون نیوردن، همجوری به مسیرشون ادامه دادن و با یه دستشون هم شروع کردن پشتیبانی اسنپ رو گرفتن. مدام در حین حرکت ایشون من داد می‌زدم، گفتم آقا نگه دار، من می‌خوام پیاده شم، بزن بغل. بعد که پشتیبانی ایشون وضع شد، شنیدم که گفتن که مسافر من به دلیل کشف حجاب کرده تو ماشین. من بهشون تذکر دادم، ایشون فحاشی کرده به من. تو این مدتی که می اومدید راجب راه و ویز و اینا بحث می کردید، راجب حجاب هم جایی با هم بحث کردید؟ اصلا حتی یک کلم. سر خروجی شیخ فضل‌الله من در ماشین رو باز کردم که دوباره از اسنپ با من تماس گرفتن که خواهش میکنم خودتون رو کنترل کنین و بگین کجایین، یه لوکیشن بدید، ما براتون ماشین بفرستیم. ما خودمون برخورد راننده رو دیدیم، شنیدیم که چه حرفایی میزدن و منم فقط گریه میکردم، گفتم نه من نمیخوام شما ماشین برام بفرستین. تاکسی برای من نگه داشت، من سوار تاکسی شدم. به ماشین این آقا که رسیدیم، اومد وایساد جلو ماشین، نذاشت ماشین بره. من پیاده که شدم دیگه اومدم وایسادم، به صدا زنگ زدم، شکایت نوشتم و اتفاقی که افتاده بود و گفتم. منم از این خانم شکایت دارم، خانم کشف حجاب کرده. یه نکته‌ای که سوای از پرونده ایشون حائز اهمیت هستش اینه که نکنه یه وقت ما شرایطی رو فراهم بکنیم که یه عده سوء استفاده‌گر بتونن ازش سوء استفاده بکنن. خیلی تجربه بدی بود آقای صمدپور، یعنی من هنوز بعد دو روز به خودم نیومدم. یعنی وقتی اون حجم از استرس و اعصاب خردی و یادم میاد، واقعا دست و پا می‌لرزه که چرا باید همچین اتفاقی بیفته. تازه بدترم شد، یعنی واقعا بدتر شد. واقعا من نکنه خدای نکرده فردا یه آدم سوء استفاده‌گر یه دختر نوجوان 16-17 ساله‌ای رو تهدید بکنه، بگه اگر این کاری که من میگم انجام ندی، من زنگ میزنم میگم تو کشف حجاب کردی.